حضرت علی در نهج البلاغه در مورد پیامبران و امامان چیزهایی گفتند که شنیدنی است. امام علی در نهج البلاغه می‌فرمایند: آگاه باشید ای مردم، خداوند پیامبرانش را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد و پیامبران را حجت خود بر بندگان قرار داد. پس خداوند پیامبرانش را مأمور نمود تا بندگان خود را به راه راست هدایت کنند و اگر قومی نافرمانی می کرد، خداوند حجت را بر آنان تمام می نمود و سپس امام در نهج البلاغه می فرمایند: که احمد عزیزترین آنهاست و بعد از پیامبران 12 امام و پیشوا ظهور خواهند کرد که من اولین آنها هستم و بعد پسرم حسن و بعد پسر کوچکترم حسین و بعد نوه‌ام سجاد و بعد محمد و بعد جعفر و بعد موسی و بعد رضا و بعد محمد و بعد علی و بعد حسن عسکری و آخرین آنها مهدی موعود از جل الله تعالی فرجه الشریف است که قبل از آخر الزمان ظهور خواهد کرد و با ظهور او دیگر ظلمی در دنیا نخواهد شد. در این زمان مردی احمق از بین جمعیت برخاست و خطاب به امام گفت: ای امیر المؤمنین، به خدا سوگند این دروغ است که تو اولین پیشوای مسلمانان هستی. کدام روز قیامت مگر آخر الزمان هم خواهد بود؟ در این لحظه حضرت علی عصبانی شده و رو به آن مرد فرمود: ای مرد، آیا تو قرآن میخوانی؟ آن مرد گفت: آری یا علی. حضرت علی فرمود: ای مرد، تو باید بروی و سوره قیامت را بخوانی. وقتی به فرمان خداوند اسرافیل در سور میدمد، همه موجودات در عالم هستی میمیرند و جز اندکی زنده نخواهند ماند. و سپس امام فرمود: آیا در قرآن آمده است که رسول خدا آخرین پیامبر خداست؟ مرد گفت: آری. پس اگر رسول خدا مرا جانشین خود تعیین کرده باشد، مقام من چیست؟ آن مرد گفت: یا علی، به خدا سوگند که تو حق هستی و هیچ کس نمیتواند به تو برسد. و سپس حضرت علی دعا کردند که خداوندا
آخرین امام خود مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف را سالم به نزد مسلمانان بفرست و سپس امام در نهج البلاغه می فرمایند مهدی صاحب الزمان بعد از رسول خدا عزیزترین بنده خداست. و این محتوای سخنرانی امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در خطبه 144 نهج البلاغه بود. در این زمان مردی احمق از میان جمعیت برخاست و خطاب به امام گفت یا علی، به خدا سوگند تو دروغ میگویی که روز قیامت خواهد شد. در این لحظه حضرت علی بسیار عصبانی شدند و فرمودند ای مرد، زمانی که روز قیامت فرا برسد دیگر راه جبران اشتباه بسته است. در آن روز معذرت خواهی و پوزش سودی ندارد. و سپس حضرت علی فرمود ای مردم، نماز بخوانید و از دستورات خداوند غافل نباشید که اگر روز قیامت فرا برسد هیچ انسانی فرصتی نخواهد داشت. و سپس حضرت علی فرمود روز قیامت روز حسرت و افسوس است، روزی که همه چیز تمام می شود و روز حکم است به امید ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. پاینده و عزیز باشید.